برای اولین باره که آمریکایی‌ها در شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه رو پیشنهاد میدن و فقط یک کشور کوچولوی جزیره‌ای به او رأی میده. This was a serious mistake. We regret that the United States. آمریکا فقط میخواست تحریم‌هایی رو که از سال 2007 اعمال می‌شود تمدید کنه. ایران سرمست از ناکامی واشنگتن در تمدید تحریم تسلیحاتی. آمریکا میگوید شورای امنیت مرتکب اشتباهی ویرانگر شده. از میهمانهای برنامه 60 دقیقه میپرسیم که آیا رد قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پایان ماجراست و مکانیزم ماشه در برجام چقدر به کار آمریکا میآید. همچنین در برنامه امشب واکنش تند ایران با عادی شدن رابطه امارات با اسرائیل. روحانی میگوید اگر پای اسرائیل به منطقه باز شود رفتار تهران در قبال امارات تغییر خواهد کرد. روایتی تازه از ماجرای روح الله زم. به مدیر آمد نیوز هشدار داده شده بود که خطر در کمین است. و گزارشی اختصاصی از مرگ اتباع خارجی در ایران بر اثر کرونا. بیشتر جان باختگان افغان هستند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد رأی نیاورد که هیچ شکستی سیاسی را برای واشنگتن رقم زد، آن هم در صحنه جهانی. گذشته از روسیه و چین که با آمریکا قاطعانه نگفتند، متحدان اروپایی آمریکا هم با این قطعنامه همراهی نکردند. کشورهایی که بیشتر از 70 سال است در ائتلافی راهبردی از مواضع آمریکا حمایت کردند مگر در مواردی استثنایی. به همین دلیل است که رئیس جمهوری ایران رأی نیاوردن قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مورد تمدید تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی را یک پیروزی بزرگ می‌داند. وزیر خارجه آمریکا البته می‌گوید که شورای امنیت اشتباهی مهلک مرتکب شده و این پایان داستان نیست. او می‌گوید که واشنگتن برای اصلاح این اشتباه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. این موفقیت سیاسی چقدر به کار ایران می‌آید؟ حرکت بعدی آمریکا چیست؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از کسرا ناجی. نتیجه رأی‌گیری دیروز در شورای امنیت سازمان ملل برای آمریکا به مراتب بدتر از آنچه انتظار می‌رفت بود. The result of the voting is as follows. 2 votes in favor, 2 votes against, 11 as abstentions. نماینده اندونزی رئیس دوره‌ای شورای امنیت میگوید با 2 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع پیشنویس قطعنامه آمریکا آرای کافی نیاورد و تصویب نشد. آرای اعضای شورای امنیت سازمان ملل شکست بزرگی برای آمریکا در تلاشش برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران که قرار است بر اساس توافق هسته‌ای 18 اکتبر 27 مهر 64 روز دیگر برداشته شود. فقط جمهوری دومینیکن در کنار آمریکا به پیشنویس این قطعنامه رأی مثبت داد. چین و روسیه رأی مخالف دادند. اروپایی ها حتی بریتانیا هم به آن رأی مثبت ندادند. کشورهایی که علل اصول با تحریم تسلیحاتی ایران موافقند. آرای دیروز نشانی بود از انزوای آمریکا در جامعه جهانی این روزها. برای ایران در مقابل برای رئیس جمهوری دیروز روز پیروزی بود. موفقیت بزرگ این بود که آمریکا در این توطئه با خفت و با خاری شکست خورد. حالا پیش بینی میشد که رأی نیاره یا پیش بینی میشد که بتونه رأی جور کنه، اما با وتو نه نیازی به وتو پیش آمد به دلیل اینکه اصلا رأی نداشت این قطعنامه. یه دونه رأی داشت، حالا آمریکا که خودش پیشنهاد دهنده است، یه دونه دومینیکا هم فقط رأی داده. به نظر من این روز مباهله امسال 24 ذی‌الحجه در تاریخ ایران ما در مبارزه با استکبار جهانی یک روز ماندگاری شد. در لهستان امروز وزیر خارجه آمریکا از اینکه کشورهای اروپایی و دیگران به تمدید تحریم‌ها رأی ندادند اظهار تأسف کرد.
This was a serious mistake. We regret that the United States simply او گفت آمریکا فقط می‌خواست تحریم‌هایی را که از سال 2007 اعمال می‌شود تمدید کند. او دیروز در بیانیه‌ای گفته بود عدم اقدام شورای امنیت در بگفته او دفاع از صلح و امنیت جهانی غیر قابل بخشش است. خط و نشانی برای شورای امنیت. آمریکا حالا می‌خواهد در هفته‌های آینده مکانیزم معاشه را در توافق هسته‌ای فعال کند که به همه کشورهای زینف این حق را می‌دهد که در صورت عدم رضایت از توافق همه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران برگردانده شود. آمریکا می‌گوید اگرچه توافق را ترک کرده اما این قطعنامه به این کشور به عنوان یکی از تضمین کنندگان توافق حق می‌دهد که این مکانیزم را فعال کند. چیزی که سایر اعضای دائمی شورای امنیت با آن مشکل جدی دارند و اقدام آمریکا می تواند شورای امنیت را به طور جدی تضعیف کند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه حالا خواستار برگزاری جلسه مجازی رهبران کشورهای 5 به اضافه 1 با ایران شده است تا شاید از این طریق از برخوردهای بیشتر در شورای امنیت جلوگیری شود و راهی برای راضی کردن آمریکا پیدا شود، راهی که ایران را هم متقاعد کند. گزارش شده که رئیس جمهوری فرانسه از پیشنهاد رئیس جمهوری روسیه حمایت کرده است. کسرانجی بی بی سی. در ادامه برنامه با یوسف عزیزی پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی دانشگاه ویرجینیا تک و همینطور دامون گلریز پژوهشگر صلح بین الملل در دانشگاه لاهه در این باره صحبت میکنیم. اما آمریکا اعلام کرده بود که اگر پیشنویس این قطعنامه در شورای امنیت رأی نیاورد به مکانیسم ماشه یا بازگشت خود به خود تحریم ها متوسل می شود که منجر به از سرگیری تمام تحریم های سازمان ملل علیه ایران می شود. ولی در فضای موجود چنین هدفی برآورده خواهد شد. کیوان حسینی درباره مکانیزم ماشه بیشتر توضیح می دهد. شورای امنیت سازمان ملل متحد با اختلاف نظر و زورآزمایی قدرت‌های بزرگ بیگانه نیست. این شورا به ویژه در دوران جنگ سرد صحنه مجادلات سیاسی بیشماری بوده که برخیشان رنگ و روی جنگ جهانی سوم و آخرالزمان هسته‌ای داشتند. اما بحران جدیدی که پیش روی این نهاد قدرتمند جهانی قرار گرفته می‌تواند یکی از نقاط عطف آن در دنیای تک قطبی 30 سال اخیر باشد. دنیایی که در آن ایالات متحده آمریکا در غیاب رقیبی هموزن به قدرت مسلط نظم جهانی تبدیل شده. دعوا بر سر تحریم تسلیحاتی ایران و برجام است و آمریکا میگوید با وجود خروج از برجام از مکانیزم ماشه برای بازگرداندن تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران استفاده می‌کند. اما این مکانیزم چیست و چرا موضع آمریکا به یک معمای حقوق بین‌الملل تبدیل شده؟ Today is an historic day. ریشه ماجرا در برجام است. توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان که در سال 2015 به دست آمد. در برجام سازوکاری برای بررسی اختلافات پیش‌بینی شده. به این شکل که اختلافات در چارچوب مکانیزم حل اختلاف به کمیسیون مشترک برجام ارجاع داده می شود. اگر این کمیسیون در سطح کارشناسی به نتیجه نرسد، اختلاف به سطح بالاتر فرستاده می شود تا در جلسه وزرای خارجه کشورهای عضو برجام بررسی شود. اگر همچنان مشکل لاینحل بماند، موضوع به شورای داوری که احتمالاً اتحادیه اروپا خواهد بود فرستاده می شود و همچنان اگر مسئله بی نتیجه بماند، طرفین این گزینه را خواهند داشت تا با ثبت شکایت در سازمان ملل ماشه را بکشند. بعد از ثبت شکایت، باقی اعضای شورای امنیت به مدت 30 روز فرصت دارند تا با رأی دادن به قطعنامه جدیدی جلوی فعال شدن ماشه را بگیرند. اگر چون این قطعنامه‌ای تصویب نشود که طبیعتاً با حق وتوی آمریکا تصویب نخواهد شد، نه فقط تحریم تسلیحاتی سال 2007 که همه تحریم‌های سختگیرانه شورای امنیت که پیش از برجام تصویب شده بودند خود به خود باز می‌گردند. حالا آمریکا می‌گوید بدون توجه به مراحل نخستین می‌خواهد ماشه را بکشد، یعنی مستقیم به شورای امنیت برود و شکایتی ثبت کند تا همه تحریم‌ها برگردند بدون اینکه از نظر حقوقی کشورهای دیگر مانند چین و روسیه بتوانند جلویش را بگیرند. اما این لحظه است که مسئله را پیچیده کرده. خروج آمریکا از برجام، هم قدرت‌های اروپایی و هم چین و روسیه می‌گویند به دلیل اینکه آمریکا به شکل رسمی از برجام خارج شده، نمی‌تواند از مکانیزمی که در برجام وجود دارد برای تحریم ایران استفاده کند.
در مقابل آمریکا میگوید که برجام در چارچوب یک قطعنامه شورای امنیت به نام قطعنامه 2231 تصویب شده و متن این قطعنامه به این کشور اجازه میدهد تا گزینه ماشه را فعال کند. حالا معما این است که اگر آمریکا شکایتی در چارچوب قطعنامه 2231 در شورای امنیت ثبت کند، این شورا باید چه کار کند؟ باقی اعضا چه واکنشی نشان میدهند و چه کسی در نهایت موفق خواهد شد استدلال حقوقی خود را به کرسی بنشاند؟ پاسخ این سوالات در واقع نتیجه نهایی یک زورآزمایی کم سابقه است که یک سویش واشنگتن ایستاده و سوی دیگرش نظم و ساختاری که در تلاش است در برابر نظر بزرگترین قدرت موجود مقاومت کند. کیوان حسینی، بی بی سی. دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل در دانشگاه لاهه از همین شهر با ما هستند و همینطور یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی. سال اول رو از آقای عزیزی میپرسم، غیر از ابعاد تبلیغاتی ماجرا، ایران چه بهره‌ای میبره از این پیروزی سیاسی؟ سلام خدمت شما، بینندگان محترمتون و مهمان دیگر برنامه. ببینید، خب چیزی که از اول پیدا بود، دولت آقای ترامپ اومده بود و موضعش در مورد برنامه هسته ایران و برجام یک موضوع تکروی در نظم بین‌الملل بود. نگاه یک جانبه گرایی و گذاشتن در واقع دیپلماسی کنار و فشار آوردن، زور گفتن و در واقع یک دستورالعملی رو از قبل صادر کردن، 12 تا پیش شرط گذاشته بود آقای پومپئو و همه اینها رو منظم کرده بودن که ایران رو مجبور کنن که وارد یک در واقع توافق جدید بشه، در حالی که تازه یک سال و نیم بود یک توافق رسمی بین المللی با قدرت‌های بزرگ جهانی، با در واقع محکم‌کاری اون با یک قطعنامه شورای امنیت انجام شده بود و ایران پایبند بود بهش توسط گزارشی که در واقع سازمان انرژی اتمی داد. آمریکا خارج شد و در واقع گفت من به صورت یک جانبه میتوانم بدون نگاه به دیگر متحدین خودم، بدون نگاه به قوانین بین‌الملل، بدون نگاه به نظم بین‌الملل، من میتونم ایران رو مجبور کنم تا دوباره وارد یک قرارداد دیگری بشه، یک قرارداد جامع‌تری بشه و امتیازات بیشتری بده. حالا بحثش مفصل نمی‌کنم. بنابراین ایران الان میتونه بگه که در واقع بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ، در واقع دولت آقای ترامپ دیگه در حال پایان هستش و بیش از 2 سال از زمانی که آمریکا خارج شده از برجام و تحریم‌های کمرشکن رو برگردونده به سمت ایران، ایران میتونه بگه که آمریکا در انزوای بین‌المللی قرار گرفته و ایران از نظر بین‌المللی میتونه مانورهای خودش رو داشته باشه، میتونه هنوز متحدین خودش رو در نظم بین‌الملل داشته باشه. آقای گلریز، شما چی فکر میکنین؟ غیر از بهره تبلیغاتی چه سود دیگه ای داره این قطعنامه برای ایران یا شکست اون؟ درود بر شما آقای عزیزی و بینندگان گرامی. خب طبیعیه که وقتی قدرتمندترین کشور دنیا قطعنامه‌ای رو برای تحریم ایران ارائه میده و فقط یک کشور کوچک ازش موافقت میکنه، این از نظر تبلیغاتی و از نظر این حس پیروزی با شکست‌های مداومی که در این چند سال گذشته جمهوری اسلامی باش مواجه شده، خب یه حس شاید خوبی رو میده و از نظر تبلیغاتی هم نمونه برنامه شما و نمونه خیلی از برنامه‌های دیگه خودش هم میتونه یک نوع پیروزی رو بده، اون هم به دولت روحانی که طبق گزارشات کمتر از 7% محبوبیت داره و همچنین مردمی که واقعا از دست این حکومت شاکی هستند. ولی اینکه آیا واقعیت داستان این هست که این یک شکست تاریخی بود، همونطوری که برجام یک توافق تاریخی بود، اون یه بحث دیگریه. به نظر من اگر از یه زاویه دیگه شما به این موضوع نگاه بکنید و با این پیش‌فرض که آقای ترامپ، آقای پومپئو انقدر به موضوع احاطه دارن که میدونستن که این قطعنامه امکان پیروزیش خیلی بالا نخواهد بود، چرا اینو مطرح کردن؟ به نظر من اصلی ترین دلیل این به خاطر موفقیت این پیام، این روایت، همین استفاده تبلیغاتی بود برای کارزار انتخاباتی آقای ترامپ. به چه معنا؟ به این معنا که از این طریق الان کارزار انتخاباتی آقای ترامپ که کمتر از 90 روز مونده تا انتخابات ریاست جمهوری، میتونه مطرح بکنه که ببینید من خواستم جلوی تروریسم جمهوری اسلامی رو بگیرم، ولی این چین و روسیه بودند که نگذاشتند که این اتفاق بیفته و در اصل دشمن اصلی همین چین به خصوص هست و روسیه که نمیخوان ما جلوی تروریست رو بگیریم. میدونید در امریکا این موضوع خیلی مهمیه. به علاوه این که از نظر واقعی تازه این آغاز کاره و من فکر نمی‌کنم که خیلی از نظر واقعی
میدونید تأثیری داشته باشه روی موضوع تحریم تسلیح. صحیح. آقای عزیز شما چی فکر میکنید؟ چرا آمریکا اصلا قطعنامه رو ترک کرد در حالی که انتظار میرفت این قطعنامه رأی نیاره؟ آقای گلریز هم بهش اشاره کردن. ببینید جای سوال، یعنی این سوال بسیار خوبیه. واقعا باید بگردیم ببینیم یک موفقیت دیپلماتیک در دوره آقای ترامپ و مثلا زمانی که آقای پومپئو به مسئولیت وزارت خارجه اومد ما میتونیم مثلا پیدا کنیم در سیاست خارجه آمریکا. این یه سوال خیلی مهمیه، نمیتونیم اینو پیدا کنیم و انزوا در این حد اصلا چیزی بود که واقعا همونطور که حالا تو گزارشتون اومده بود در دهه های اخیر اصلا دیده نشده بود در روابط بین الملل و شورای امنیت. من یه نکته بگم، ببینید تحریم تسلیحاتی که برای ایران اعمال شده بود سال 2007 و بعد در قطعنامه بعد اون رو مستحکم کردن، این برای این بود که به ایران فشار بیارن تا در برنامه هسته‌ای خودش وارد مذاکره بشه، کوتاه بیاد و در واقع شرایط طرف مقابل رو قبول بکنه. ما در برجام شاهد این قضیه بودیم، یعنی ایران کوتاه اومد، بسیاری از توانایی‌های هسته‌ای خودش رو کم کرد یا از بین برد حتی در مواردی، و تعهدات فراتر از NPT، تعهدات فراتر داده، یعنی به یک استثنایی شاید حتی در روابط بین الملل و بحث اشاعه عدم اشاعه تسلیحات هسته‌ای تبدیل شده بود. بنابراین تحریم تسلیحاتی موضوعش اونه، موضوعی که الان دولت آقای ترامپ داره میگه بحث منطقه و بحث اینجور چیزا رو مطرح میکنه. خب این یه بحث دیگه، یعنی یک نکته دیگه، یک مذاکرات دیگه، یک چیز دیگه میطلبه تا در واقع منطق تحریم تسلیحاتی برای جهانیان مشخص بشه. این یه نکته هستی که در واقع آمریکا این رو هنوز نتونسته جا بندازه. نکته بعدی این هستش که ببینید ما چیزی که داریم اینجا اینه که سه تا سناریو میتونیم ببینیم، یعنی آمریکایی‌ها سه تا سناریو الان میخوام برای بحث اسنپ بک یا مکانیزم ماشه در نظر میخوام بگم، چون یه بحثی بوده که میدونید مکانیزم ماشه ما شبیهش رو در روابط بین و در مذاکرات سابق در کل دنیا شاید نداشتیم، شاید یکی از استثناها باشه. نکته که وجود داره دو تا حالته، یا سه حالته، یا حالت اینه که یا به روسیه و به چین در واقع فشار بیارن که بعد از اتمام این قضیه در آخر مهر ما در واقع اینها به ایران سلاح نفروشن. این نیازمند یک بدبستان پشت صحنه بین دولت آقای ترامپ و در واقع اون دو تا دولت چین و روسیه است که میدونیم الان خیلی با هم اختلاف دارن، اختلافات جدی با هم دارن. یه نکته دیگه هستش که یکی از اعضای برجام باقی مونده در برجام اون بخواد اسنپ بک رو در واقع شروع بکنه و در واقع خواسته آمریکا رو رسمی بشه، که تنها کشوری که امکان داره این کارو بکنه انگلیس هستش، که انگلیس هم حالا باید ببینیم چون در واقع نخست وزیرش در بعضی از مسائل با آقای ترامپ هم نظر هستش باید میکنه. اما نکته دیگه اینه که دولت‌های اروپایی، من اینو سریع بگم، دولت‌های اروپایی میخوان اگر بشه یک سال تمدید کنن بحث تسلیحاتی رو تا هم ببینن نتیجه انتخابات آمریکا چی میشه، همین که برجام از بین نره. بسیار خب آقای گلی شما چی فکر میکنید؟ گفتید اول ماجراست، اگه آمریکا به شکل یک جانبه به سمت گزینه ماشه بره چه خواهد شد؟ نخست من مطرح کردم که دلیل این به خاطر کارزار انتخاباتی آقای ترامپ بود، که نکته خیلی مهمیه، شما باید به این موضوع از به عنوان یک آمریکایی نگاه بکنید و این رو به عنوان برد کارزار انتخاباتی برای اون روایتی که مطرح کردم در انتخابات آینده نکته خیلی مهمیه. به علاوه اینه که سه کشور اروپایی اگر واقعا این قرار بود که یک میدونید پیروزی تاریخی باشه برای جمهوری اسلامی، حداقل باید رأی منفی میدادن نه رأی ممتنع. این نکته خیلی مهمیه. به علاوه اینه که واقعیت این هست که چون مهمان شما گفتن که آمریکا موفقیتی نداشته، این میدونید هم یکی از اون روایاتای خیلی روایات معروفیه که مطرح میکنن، در صورتی که همین 3-4 روز پیش بعد از 25 سال و به گمان من حتی فراتر از اون بعد از 40 سال بعد از سخنرانی سادات در انوار سادات در کنست اسرائیل یک توافق واقعا تاریخی انجام شد و خب ترامپ از این قضیه استفاده کرد. روی حساب این موضوع انزوا واقعیت نداره. از نظر هسته‌ای هم به گمان من حالا به جز موضوع ماشه، ببینید الان دارن اروپایی ها و امریکا به نظر من میرن روی فضایی که بتونن استفاده بکنن از تخطی کردن جمهوری اسلامی از موضوع برجام و از طریق آژانس در اصل از ماشه بتونن استفاده بکنن. اینکه قبل از انتخابات باشه یا بعد از انتخابات امریکا یه بحث دیگه است، ولی اینکه از نظر هسته‌ای جمهوری اسلامی به خاطر انفجاری که در نتنز اتفاق افتاد 2 سال الان طبق گزارشات خود جمهوری اسلامی عقب افتاده از نظر ساخت بمب هسته‌ای، هدف نهایی این داستان که اتفاقا آقای عزیزی بار پیش اگه خاطرتون باشه خدمت شما بودیم، ایشون گفتن که ایران به دنبال جمهوری اسلامی به دنبال بمب هسته‌ای نیست، به دنبال کشاورزیه برای احتمالاً
کشاورزی خیار و خربوزه و این داستانا، در صورتی که نه، همه میدونن که متمرکز بمونیم برای بحث بهتره. آقای گلیز ادامه بدید. این هستش که آقای موسوی، برای موضوع سانتریفیوژهایی که لازمه ساخت بمب هسته‌ای هست، یعنی اصل موضوع، جمهوری اسلامی الان 2 سال عقب افتاده. روی حساب اروپا این میدونید این اضطراری بودن فضا رو فعلا نمیبینه و به علاوه این که کارزار انتخاباتی ترامپ از این فرصت استفاده کرد، حالا باید ببینیم آیا مکانیزم معاشره الان مطرح میکنن یا اینکه باز هم پومپئو اینو به عنوان یک برگ برنده برای انتخابات 2020 استفاده خواهد کرد. به هر حال اگه شما بخواید به این نگاه بکنید، انزوا الان در تهران هست، یعنی دور تهران، دور جمهوری اسلامی و به خصوص چیزی به نام جبهه مقاومت و نه امریکا و همچنین نه روابط امریکا با اروپا و دنیا. آقای عزیزی، در حد 1 دقیقه شما میتونید جنبندیتون رو بیان بکنید. آقای گلریز میگن که اتفاقا این فضای انتخاباتی امریکا رو به نفع آقای ترامپ ممکنه که تغییر بده، از منظر اینکه یک استفاده تبلیغاتی رو عاید دولت آقای ترامپ میکنه. نه مسلما این حرف اصلا درست نیست. کسانی که سیاست داخلی آمریکا رو میشناسن میدونن که اصلا این مسئله برای مردم آمریکا در تصمیم گیریش، مثلا با توجه به مسئله اقتصادی و کرونا که وجود داره، اصلا مسئله مهمی نیستش. نکته ای که هست اینه که قول آقای ترامپ که بارها هم اون اشاره کرده بود، بحث بهتر دیل هست. یعنی ایشون میگفتش که برجام یک بدترین در واقع مذاکراتی بودی در تاریخ آمریکا و بدترین قراردادی بود در تاریخ آمریکا انجام شده، من میخوام به یک قرارداد جامع‌تر و بهتر برسم. نکته جالب اینه که اگر همین در 2-3 هفته اخیر آقای پومپئو رفته بودن سنا و در واقع کمیسیون سیاست خارجه و امنیت بین الملل اونها وقتی صحبت می‌کردن، ایشون دقیقاً اقرار کردن، گفتن ما در بحث اقتصادی به ایران خیلی ضربه زدیم اما هنوز به اون هدف نهاییمون که تغییر رفتار ایران باشه نرسیدیم. این نکته خیلی جالبیه. ببینید من یک چیز خیلی سریع بگم خدمتتون. اگر اسنپ‌بک رو آمریکا بخواد شروع بکنه و در واقع اون توجیه خودش رو از قوانین بین الملل بیاره و بخواد شروع بکنه، این اتفاق ممکنه بیفته که آمریکا بگه من در واقع تحریم‌ها رو میخوام برگردونم، بقیه کشور بگن نه این درست نیستش و این دوگانگی در نظم بین الملل اتفاق بیفته. اینجا سوال میشه که آیا چین و روسیه که در واقع صنایع نظامیشون تحت تأثیر تحریم‌های آمریکا قرار نمیگیره، یعنی به این شدت اقتصادی قرار نمیگیره، آیا اونها حاضر میشن به ایران چیزی بفروشن یا نه؟ و نکته ای که از اینه که اگر واقعا ایران اینقدر تحت فشاره و به تنهایی آمریکا میتونه ایران رو تحت فشاره، چرا الان دست به دامن نظام بین الملل و قواعد و روابط بین الملل؟ آقای گلریز در حد 1 دقیقه. سنپ بک وقتی استفاده خواهد شد که جمهوری اسلامی حقیقتا به دنبال ساخت بمب هسته‌ای باشه و این میدونید این گفتمان در بین کشورهای شورای امنیت مطرح باشه. نکته دوم این که من متوجه این عجله نمیشم در مورد موضوع اینه که آمریکا نتونسته به اهداف خودش برسه. ببینید دولت آقای اوباما تازه در 2 سال آخر دوره دوم خودش تونست به برجام نزدیک بشه. ما الان تازه در نهایت دوره اول آقای ترامپ هستیم. من فرصت خیلی زیادی هست، انتخابات در ایران هست و من عذر میخوام از موتوری که رد شد، انتخابات در امریکا هستش و در اصل به نظر من ما باید فرصت بدیم در دوره دوم آقای ترامپ یا در دوره اول آقای بایدن فرق نمیکنه. راهبرد جهانی این هست که جمهوری اسلامی نباید به بمب هسته‌ای دست پیدا بکنه و این اتفاق هم نخواهد. بسیار ممنونم از دامون گلریز، پژوهشگر صلح بین الملل در دانشگاه لاهه، و همینطور یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی دانشگاه ویرجینیا تک در واشنگتن. رئیس جمهوری ایران به امارات متحده عربی هشدار داده که پای اسرائیل را به منطقه باز نکند. حسن روحانی این سخنان را در واکنش به توافق اسرائیل و امارات متحده عربی برای عادی سازی روابط بیان کرده. او این توافق را یک خیانت توصیف کرده و گفته که هدفش خوشنود کردن آمریکاست. سپاه پاسداران هم در واکنشی مشابه هشدار داده که این توافق آینده خطرناک را برای رهبران امارات رقم خواهد زد. باران عباسی گزارش می‌دهد. تل‌آویو، چراغانی ساختمان شهرداری با پرچم امارات متحده عربی در کنار پرچم اسرائیل، نشانی از خرسندی مقام‌های اینجا از توافق با ابوظبی برای عادی سازی روابط. مسیر غلطی است، نه به نفع حاکمان، نه به نفع امنیت خودشونه. در تهران اما واکنش گسترده مقام‌ها، انتقادهای تند همراه با هشدار.
مبادا بخوان پای اسرائیل رو تو این منطقه باز کنن، اون وقت حساب دیگری خواهند داشت، اون وقت برخورد دیگری با اونها خواهد شد. ادبیاتی مشابه در بیانیه سپاه پاسداران: این اقدام نه تنها منافع تل‌آویو را تامین نخواهد کرد، بلکه با باطل‌سازی رویای خاورمیانه جدید، آینده خطرناک را در انتظار آمریکا و حامیان توافقنامه قرار خواهد داد. تروریسم واقعی اونها هستند. همینطور اظهار نظر رئیس قوه قضاییه: پیوندی که با صهیونیست‌ها برقرار کردن و با آدمکش‌های تاریخ و با جریان کودک‌کش در عالم، این پیوند چهره ارتجاع عرب رو هم روشن می‌کنه. و انتقاد تند روزنامه تندرو کیهان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی که امارات را هدفی مشروع و ساده توصیف کرده. We have worked very hard. امارات اما میگوید پای توافق ایستاده. یک مقام وزارت خارجه این کشور در مصاحبه با بی بی سی گفته مخالفت ایران غیر منتظره نبود. بین کشورهای منطقه اختلافه. اگر تهران از توافق استقبال میکرد ما تعجب میکردیم. این واکنش ها به خاطر اینه که بعضی کشورهای منطقه میخوان برای کشورهای عرب تعیین تکلیف کنند. نشانه ای از سردی هرچه بیشتر روابط بین ایران و امارات، کشوری که وزیر خارجه ایران سال گذشته بارها متهم کرده بود که خواهان تغییر رژیم در ایران است و محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی را در تیم ب قرار داده بود. The B team. بیبی، بولتون، بن زاید و بن سلمان. گروهی که به گفته محمد جواد ظریف در پی درگیر کردن آمریکا با ایران هستند. با این حال چندی بعد رسانه‌های ایران با انتشار گسترده این تصاویر از دو فرمانده نظامی ایرانی و اماراتی گفتند که امارات در ظاهر با آمریکا همراهی می‌کند، اما در عمل چرخشی کامل به سوی ایران داشته است. تزیین تل‌آویو با پرچم امارات اما حکایت از چرخش نه به سوی ایران بلکه در جهتی کاملا مخالف دارد. تصویری از آسمان سیاست خارجی ایران که در یافتن متحدان منطقه‌ای از گذشته هم کم ستاره تر است. باران عباسی، بی بی سی. مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن از واشنگتن دی سی با ما هستند، و همینطور محمد صادق جوادی حسار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از مشهد. آقای خلجی، سوال اول رو از شما میپرسم: شرایط عوض شده یا کشورهای مثل امارات متحده عربی عوض شدند؟ خب این تغییر قطعا صورت گرفته، منتها نه ناگهانی و یک شبه، بلکه سالهاست که روابط کشورهای مثل بحرین، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، به ویژه این سه کشور، با اسرائیل تغییر کرده و همکاری‌های آشکار و پنهانی در دهه گذشته به ویژه بین این کشورهای عربی و اسرائیل صورت گرفته و به نوعی میشه گفت که روابط به صورت غیر رسمی به گونه عادی شده و اون خصومتی که قبلا میان همه کشورهای عربی با اسرائیل وجود داشت، اون خصومت دیگه وجود نداره. بازم سال دوم را از شما میپرسم آقای خلجی: چقدر جمهوری اسلامی نقش داشته در این شرایط؟ ما در یکی دو سال اخیر خصوصا بیشتر از گذشته میبینیم که کشورهای عربی، خیلی از اونها به جای اینکه دشمن خودشون اسرائیل رو معرفی بکنن، دارن ایران رو معرفی میکنند. خب جمهوری اسلامی نقش داشته در این ماجرا، ولی همه نقش از آن جمهوری اسلامی نیست، بلکه رابطه اعراب و اسرائیل خودش منطق درونی خودش رو هم داره. به هر حال کشورهای مختلفی که به نام کشورهای عربی دشمن اول خودشون رو اسرائیل میدونستن، در این مبارزه فرسایشی به نوعی شکست خوردن. به نوعی اعراب در مقاطع مختلف نتوانستن با اسرائیل در جنگ پیروز بشن و نتوانستن به یک صلح پایدار و معنیداری که مقبول باشه برای طرفین برسن. بنابراین این حاصل یک دهه های متمادی از مبارزه با اسرائیل هست که الان داره شکل های دیگری پیدا میکنه و به سمت های دیگری داره میره، منطق درونی خودشو داره. اما البته جمهوری اسلامی هم در این ماجرا نقش داشته، به دلیل اینکه همیشه سعی میکرده رهبری مخالفت با اسرائیل رو در جهان اسلام به
دست خودش بگیره و از این طریق مدعی رهبری جهان اسلام بشه و برای ایران خیلی مهم بوده. طبیعتاً این تحولاتی که به وجود آمده در رابطه عرب و اسرائیل میتونه در انزوای بین المللی ایران و انزوای منطقه‌ای ایران نقش مهمی بازی بکنه. همین دو تا سال رو از شما میخوام بپرسم، شرایط روز عوض شده، در زمانه جدیدی هستیم یا نه اینکه کشورهای مثل امارات متحده عربی تغییر جهت دادند؟ سلام عرض میکنم خدمت شما مهمان محترم و بینندگان عزیز و ارجمند. تلفیقی از هر دوی این شرایط رو باید پیش رو داشته باشیم یا مد نظر داشته باشیم. همونطور که جناب خارجی فرمودن، این تغییرات یک شبه صورت نگرفته. تلاش های مستمر و پی در پی آمریکا در منطقه و فشارهایی که آمریکا برای نزدیک کردن اعراب اسرائیل در طی این سالها داشته و شکست های پی در پی که اعراب از اسرائیل خوردن تحت فشارهای آمریکایی ها در حقیقت ناکامی‌هایی را برای اونها به وجود آورده بود که احساسشون این بود نمی‌توانن با آمریکایی‌ها درگیر بشن و با آمریکا در بیافتن و نمی‌توانن با شریک استراتژیک آمریکا در بیافتن. این شرایط باعث شده بود که در برابر خواست آمریکا در حقیقت تسلیم بشن و به نوعی به عادی سازی روابط بپردازن، به شکلی که مقاومت کشورهای ملت‌های اسلامی را هم خیلی بر نیانگیزن. البته بعد از انقلاب اسلامی تحت فشار مضاعفی قرار گرفتن و اون فشار هم از جانب آمریکا و شرکای استراتژیک منطقه ایش بود و هم از جانب در حقیقت افکار عمومی نشأت گرفته از مقاومت ایران در برابر آمریکایی ها و اسرائیل. اشاره خیلی خوبی رو به نظر من آقای خلجی کردن و اون که شکست های پی در پی اعراب از اسرائیل، حتی کشورهای قدرتمندی مثل مصر در جنگ اعراب و اسرائیل، یک نوع ناامیدی رو به بدنه کشورهای اسلامی تحمیل کرده بود. اما پیروزی های، اجازه رو همینجا یک عرضه بکنم، پیروزی های چند باره اعراب به ویژه لبنانی ها و مردم غزه فلسطینی ها در برابر اسرائیل یا مقاومت پیروزمندانه اونها در برابر اسرائیل ورق رو عوض کرده و امروز بازیگر اصلی دیگه اسرائیل نیست. به نظر من آمریکا داره با مهرهاش تو منطقه، یعنی اسرائیل و امارات بازی میکنه. سوال دومم هم همینطور از آقای خلجی پرسیدم، از شما میپرسم. ما در یکی دو سال اخیر بیشتر از گذشته میبینیم که بعضی از کشورهای عربی انگشت اتهام رو متوجه ایران میکنن تا مثلا اسرائیل، حتی بعض حرف از نوعی ائتلاف با اسرائیل هم زده میشه. چقدر جمهوری اسلامی در نزدیکی کشورهای مثل امارات متحده عربی به اسرائیل نقش داشته؟ خیلی نقش داشته. به نظر من نقش اصلی رو در این رابطه ایران داشته، چون اونها زعامت ایران و یا برتری ایران در منطقه رو بر نمیتابند. اگر فراموش نکرده باشیم، همین اخیراً آقای ترامپ در یک مشاجره لفظی به سران عربستان سعودی نقل اعلام کرده بود که تو بعضی از محافل دیده و شنیده شد که اگر ما حمایتمون رو از سر شما برداریم، شما بعد از یه هفته باید فارسی صحبت کنید. یه تعریض بود به عرب. ایران هیچ وقت در پی این کار نبوده، ولی یه تعریض بود به اونا که اگر ما در منطقه حضور نداشته باشیم و ما حمایتتون نکنیم، شما ناچار این هجمونی ایران در منطقه رو بپذیرید. اینها این عوامل دست به دست هم دادن تا که به ویژه کشورهای کوچکتری مثل امارات خودشون رو به یه قدرت بزرگتر متوسل کنن و برای پایداری بیشتر سعی کنن که دستشون رو به دست یک ابرقدرت ببندن و خودشون رو دخیل اون کنن. آقای خلجی، ناسیونالیسم عرب بسیار بسیار بر مسئله اسرائیل و فلسطینی ها تأکید میکرده. جالب هست که الان داعیه دار حقوق فلسطینی ها ترکیه و ایران هست. آیا دیگه این متاع در جهان عرب خریدار نداره؟
پان عربیزم به ویژه با حمله صدام حسین به کویت به شدت ضربه خورد. یک نکته عطف خیلی مهمی بود که خود صدام حسین که یکی از مدعیان پان عربیزم بود و یکی از مدعیان مبارزه با اسرائیل بود و همونطور که میدونید تأسیسات هسته‌ای عراق هم در دهه 80 از سوی اسرائیل بمباران شد و در حقیقت صدام حسین با حملش با ایران میخواست یک وجهه خیلی برجسته‌ای رو در پان عربیزم اون زمان به دست بیاره. منتها با حمله به کویت این کاملا به هم خورد. اما یک اتفاق مهمتری که از منظر ایران رخ داد این بود که تا قبل از بهار عربی و به ویژه قبل از بحران سوریه و جنگ ویرانگری که در سوریه سالها در گرفت، پان عربیست ها می گفتن که دشمن ایران سه تا ساد هستن، سادهای سگانه هستن، می گفتن از صهیونیه، از صلیبیه و صفویه، یعنی ایران و اسرائیل و آمریکا رو دشمن خودشون می دونستن. اما با جنگ سوریه باز این داستان کاملا تغییر کرد و عوض شد و بعد میبینیم که همینطور که پیش میریم اختلافی که بین کشورهای عربی پیش آمد بر سر حمایت از فلسطینی ها، امارات متحده عربی و عربستان سعودی در یک جبهه قرار گرفتن و قطر در جبهه دیگری قرار گرفت و بعد باز در سالهای اخیر میبینیم که رابطه بین عربستان سعودی و قطر به هم خورد. همه اینها نشون میده که اون وحدتی که در جهان عرب و حتی در جهان مسلمان بر سر موضوع اسرائیل وجود داشت، این وحدت کاملا از بین رفت و به همین دلیل وحدت ادعای رهبری واحد بر جهان اسلام هم از بین رفته. یعنی دیگه جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای که خودش رو رهبر مسلمین جهان میخونه، این در حقیقت این یک بخش عنصری مهمی در ایدئولوژی اسلامی در ایران بود که کاملا شکست خورد و دیگه کسی نمیتونه مدعی رهبری جهان اسلام بشه. و برای این شما حالا بعد از بهار عربی در کشورهای مختلف افکار عمومی در جهان عرب به شدت تغییر کرد در مورد اسرائیل. یعنی اسرائیل رو قبلا دشمن شماره یک و معضل اصلی جهان اسلام میدونستن، ولی بهار عربی نشون داد که در کشورهای مختلف مسئله فقر، مسئله بیکاری، مسائل اقتصادی و مسائل استبدادی که در هر کدوم از این کشورها به نوعی حاکم هست، اینها مسائل اصلی جهان عرب هست و به همین دلیل هم هست که شما یک تغییر گفتمان بنیادی رو در میان روشنفکران عرب میبینید از الان نسبت به قبل از آقای جوادی حصار. ایران معترض هست با نسبت به این قضیه، پنهان هم نکرده. کاری هست که ایران بتونه بکنه برای اینکه مثلا امارات متحده عربی رو تحت فشار قرار بده، یا حتی بعضی از روزنامه‌ها حرف از تنبیه زدند؟ به نظر من این حرف روزنامه‌ها که حالا خیلی مسموع نخواهد بود، اما کاری که ایران در این حوزه میتواند بکند با عنایت به بیانیه مشترک سه کشور آمریکا، اسرائیل و امارات، به نظر من به بندهایی از این میتواند بپردازد و مستمسک قانونی هم داشته باشه از نظر بین الملل. یکی از اون بندهای این همکاری های امنیتی بین امارات متحده و اسرائیل در منطقه، یعنی در امارات. در حقیقت امارات همسایه آبی ایرانه و ایران طبق تمام تعریف های شناخته شده و متعارف بین المللی حق خودش باید بدونه و میدونه که در همسایگیش وقتی یک کشور متخاصم مثل اسرائیل با یک کشور همسایه او وارد تعاملات امنیتی جدیدی میشن، نسبت به او واکنش نشون بده. ولی این واکنش رو چه جوری نشون بده و چه رفتاری رو انجام بده که بازدارنده باشه، اون بر عهده دیپلماسی ایرانه که من نمیتونم به نمایندگی از اونها حرفی بزنم. اما یه کاری که به نظر میرسه از نظر تحلیلی ایرانی‌ها باید انجام بدن اگر بخوان به توفیقاتی دست پیدا بکنن، این است که به خواستگاه این اتفاق و هدف مقفول و فراموش شده‌ای که در حوزه خلیج فارس و در جهان اسلام در حقیقت به ویژه در فلسطین
بوده برگردن. بله. در تمام اعراب و در میان کشورهای عربی بیشتر در بین ملت‌های عرب مسئله فلسطین مسئله است که هنوز هم زنده است. نمونه‌های زنده بودن این مسئله راهپیمایی‌هایی است که هنوز در غزه، در فلسطین، در کرانه باختری اتفاق می‌افته و در روز قدس در جهان اسلام اتفاق می‌افته. برابر این من به نظر نمی‌رسه که مسئله فلسطین به فراموشی سپرده شده باشه. برجسته کردن و عمده کردن این قضیه می‌تواند کمک بکنه به بازدارنده. بسیار ممنونم از محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، و مهدی خلجی، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن. سایت سهام نیوز مطلبی به قلم حسن فرشتیان منتشر کرده که حاوی نکاتی تازه از سفر روح الله زم به عراق است، سفری که گفته شده در جریان آن آقای زم گرفتار نیروهای امنیتی ایران شد. آقای فرشتیان میگوید که روز قبل از سفر با آقای زم هشدار داده بود که خطر در کمین است. با آقای فرشتیان صحبت خواهیم کرد، اما قبل از اون ببینیم که فراز و فرود ماجرای روح الله زم چگونه بود. روح الله زم بعد از سایت آمد نیوز کانالی تلگرامی به همین اسم در دی ماه 94 راه اندازی کرد، با پرداختن به موضوعات حساسی مثل وجود 63 حساب قوه قضاییه به نام صادق لاریجانی رئیس وقت این قوه، مرگ هاشمی رفسنجانی و آتش سوزی در ساختمان پلاسکو. اعتراض های دی ماه سال 1396 اوج فعالیت روح الله زم و کانال آمد نیوز بود. تاثیرگذاری این کانال در اعتراض های دی باعث شد که در اسفند 1397 صدا و سیما فیلمی علیه او پخش بکنه با عنوان ایستگاه پایانی دروغ. به گفته منابع مختلف آقای زم در مهر 98 با هدف جذب حمایت مالی برای راه اندازی یک رسانه تصویری راهی عراق شد، اما در آنجا بازداشت شد. بعد از دستگیری صدا و سیمای ایران دو فیلم پخش کرد، یکی به نام حراس و دیگری پس از ترور قاسم سلیمانی به عنوان شبکه ترور. آقای زم در این فیلم متهم به جاسوسی از رفت آمدهای قاسم سلیمانی شده بود. شش جلسه دادگاه برگزار شد و نهایتاً در تیر ماه امسال قاضی صلواتی حکم اعدام برای آقای زم صادر کرد. چند روز بعد بخش خبری 23 شبکه 2 تلویزیون ایران در برنامه‌ای به نام بدون تعارف گفتگویی از خبرنگار این شبکه با روح الله زم پخش کرد، چیزی شبیه اعتراف گیری. بعد از صدور حکم پدر روح الله زم به رئیس قوه قضاییه نامه نوشته و حکم فرزندش را خلاف عدالت و دادرسی اسلامی خوانده. حسن فرشتیان حقوقدان و پژوهشگر دینی از پاریس با ما هستند. آقای فرشتیان، قبلا این روایت رو منتشر نکرده بودید، خصوصا این نکته که شما مؤکد و با قاطعیت به آقای زم گفته بودید که خطری بزرگ در کمینه و ممکنه که او سر و کارش بیفته با ماموران جمهوری اسلامی. چرا حالا این موضوع رو برجسته کردید، بهش پرداختید؟ با عرض سلام خدمت شما جناب آقای موسوی و بینندگان محترم، عرض کنم شاید تفاوت کار بنده و کار شما به عنوان رسانه در همین نکته باشه. هنگامی که آقای روح الله زم روز قبل از سفر به دفتر من مراجعه کرد، به دفتر وکالت من در پاریس مراجعه کرد، طبیعتاً بخشی از صحبت‌های من و ایشون محرمانه خواهد بود. محرمانه بوده است، یعنی رابطه وکیل و موکل بر مبنای رابطه محرمانه است و وکیل حق ندارد بدون هماهنگی موکل این مسائل رو مطرح کنه، در حالی که رسانه‌ها وظیفه اطلاع رسانی دارند. من در اون زمان وظیفه اطلاع رسانی نداشتم و حتی برای اینکه اون به اون فضا آشنا بشیم، در اون فضا در روزهای اول حساب بانکی روح الله زم هنوز فعال بود، یعنی مقداری حدود 50-60 یورو خرید اینترنتی دانلود شد، یعنی یک سناریوهای آلترناتیوی وجود داشت که چه بسا بعداً اعلام می‌کردن از جهت امنیتی که اصلا روح الله زم مفقود شده است. به همین دلیل وظیفه وکیل در این مرحله افشاگری و بازگویی عمومی مسائل نیست، مگر در جایی که حقوق موکلش در معرض خطر باشه. در اون مرحله هم در فرانسه پرونده ایشون باز بود، یعنی دولت فرانسه در حال تحقیقات بود که ایشون چگونه رفته و چگونه ربایش شده، و هم در ایران به عنوان متهم پرونده ایشون باز بود. بنابراین در اون مقطع من چنین وظیفه نداشتم و وظیفه اصلی حفظ و حمایت از حقوق انسانی آقای روح الله زم بود که در این رابطه حتی تا این اواخر هم قصد نداشتم این مسائل رو بگم، چون قاعدتا باید با موکل هماهنگی بشه، اما در صورت عدم امکان وکیل میتواند برای حفظ حقوق موکل
حداقلی که لازم است رو به اطلاع عموم برساند. من اگر می توانستم برای رئیس قوه قضاییه بنویسم و می دانستم که به دست ایشان می رسد، همین مقدار رو هم بر خودم لازم نمی دونستم که علنی کنم. اما طبیعتاً تمام بود که باید وقتی حکم اعدام صادر شد، اگر حکم غیر از اعدام صادر می شد، باز من چنین قصدی نداشتم. شما معترض هستید الان که چرا از نام یک مرجع تقلید استفاده شده برای کشاندن آقای زنب عراق، مشخصا نام آیت الله سیستانی، درسته؟ دقیقا. بله ببینید، ایشون از قبل از اینکه پاریس بیاد چند هفته قبلش با من تماس گرفت، گفت قصد مصاحبه‌ای با آیت الله سیستانی داره. در اون مقطع بیشتر شاید از جهت مذهبی از من راهنمایی میخواست چگونه سوال کنه. من مطلب او رو جدی نگرفتم تا به پاریس اومد و قرار ملاقات گذاشت. روزی که اومد در دفتر ما، برای اینکه شرایط رو ترسیم کنم، معمولا همراهان یا محافظان در سالن انتظار توقف میکنند، اما ایشان دو فرد مسلحی پشت در دفتر من اومدند، یعنی مسلحی که مشخص بود خود به کمر داشتند. تا اون مدتی که ایشون در دفتر من بود، اینها پشت در اتاق من در حقیقت بودن، نه دفتر، پشت در اتاق. در چنین شرایطی یک روح الله دو مرتبه مسئله ملاقات با آقای سیستانی که اسپانسورشون رو منوط کرده، اسپانسور کمک میلیون دلاری رو به این تلویزیونی که ایشون میخواد تأسیس کنه به حمایت آیت الله سیستانی و قصد مصاحبه با آیت الله سیستانی داره، اونجا من براشفته شدم. حتی به من ایشون نگفت که فردا داره، فردای اون روز داره میره. من بعدن وقتی ربایه شد روز دوشنبه صبح، اتفاقا در دادگاه بودم که مطلع شدم ایشون رو بوده شده صحیح. و ایشون گفت میخواد بره. اعتراض اینه که اینجا برای اولین بار از نام و حریم یک مرجع تقلید سوء استفاده شده. یعنی ایشون اعتماد کرده بود، فکر میکرد که به هر حال کسی اون حرمت آیت الله سیستانی رو نمیشکنه و به نام ایشون. خب آقای فرشتیان، بحث شکسته شدن حریم مرجعیت اونطور که گفته میشه تازه نیست. همین در همین جمهوری اسلامی یک مرجع تقلید رو آوردن و وادار کردن که اعتراف تلویزیونی بکنه، بعدم در حصر بود. اتفاقایی که در مورد آقای منتظری افتاد در مورد خیلی های دیگه، چی باعث میشه که شما تعجب بکنید؟ بله ببینید، در موارد دیگه اون مراجع خود در معرض اتهام بودند، یعنی جمهوری اسلامی اون مراجع رو متهم میکرد و با اون مراجع طرف به حساب بود، چه در مورد آیت الله شریعت مداری، چه در مورد آیت الله منتظری که نام بردید. هر دو اینها و سایر مراجع چنین حالتی داشت، اما در مورد آیت الله سیستانی ایشون طرف حساب نبوده، بلکه از نامشون سوء استفاده شده. اینجا سوء استفاده از نام مرجعیت، تفاوتی که با سایر موارد داره، و ایشون اعتماد کرد. حالا نکات ریزی بود که طبیعتاً وقت نیست توضیح بدم، که برای ایشون جبر رو به گونه‌ای آماده کرده بودند، علائمی قرائنی رو فرستاده بودند که ایشون گمان می‌کرد که وارد عراق بشه مستقیم به ملاقات آیت الله سیستانی خواهد رفت. یعنی چنین صحنه ای رو سوء استفاده از نام مرجعیت در سایر موارد اونها مورد اتهام بودند، اما اینجا از یک مرجع محترم تقلید مثل آیت الله سیستانی سوء استفاده شد. و کسی که بسیار ساده بود، ایشون در یک سری موارد وقتی صحبت تلویزیون و دوربین میشد، ایشون از خود بی خود میشد، آشفته میشد و یک نوع شاید نوجوانی در وجود ایشون بود، احساساتی بود و از خود بی خود شده بود و گوش نمیکرد. و در اون لحظه من باز برگردم به عقب، ایشون چند سال قبل تماس گرفت با من، احساس خطر میکرد برای امنیتش. پلیس فرانسه در اون زمان به ایشون محافظ نداد، ایشون خودش در پی گرفتن محافظ بود. اما مرحله بعد، چندین ماه بعد، خود پلیس فرانسه به ایشون مراجعه کرد و به ایشون گفت باید برای تو محافظ بگذاریم. یعنی فردی در چنین مرحله امنیتی شدید این چنین اخفال بشود، از راه دیگری نمیتوان اخفال شد جز اینکه از حریم نام مرجعیت تقلید سوء استفاده بشه. ممنونم از حسن فرشتیان، حقوقدان و پژوهشگر دینی در پاریس. اطلاعات درس کرده به بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که در 5 ماه اول شیوع کرونا در ایران دست کم 2000 نفر از اتباع خارجی در این کشور جان باختند. این آمار حاکی از آن است که سهم شهروندان غیر ایرانی از مرگ‌های احتمالی کرونا در ایران 2 برابر سهمشان از کل جمعیت است. ضیا شهریار در این گزارش نگاهی کرده به این اطلاعات و با شماری از شهروندان افغان در این مورد گفتگو کرده. تصویر روشن‌تر از قربانیان کرونا در میان اتباع خارجی در ایران، کشوری که پنهانکاری‌های پیهم دولت و کنترل شدید جریان اطلاع‌رسانی
موجب شده به آمارهای رسمی قربانیان و مبتلایان کرونا اعتماد وجود نداشته باشد. حالا اطلاعات درس کرده از مبتلایان و درگذشتگان کرونا در ایران فاش می کند که تا پایان تیر ماه یا سرطان امسال نزدیک به 2000 نفر از اتباع خارجی در این کشور درگذشتند. مجموع درگذشتگان کرونا در ایران در این مدت 42000 نفر بوده است. هرچند دقیقا نمی دانیم که این اتباع خارجی از چه کشورهایی هستند، اما به طور کلی شهروندان افغانستان بزرگترین گروه خارجی ها در ایران را تشکیل می دهند. مهمترین نکته این است که سهم افغان‌ها از مرگ‌های احتمالی کرونا در ایران دو برابر سهمشان از کل جمعیت است. استان‌های تهران، خراسان رضوی، قم، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار درگذشتگان افغان در 5 ماه گذشته را داشته است. ما تأکید می‌کنیم که فقط وجود سرویس مهم نیست، مهم اینه که در دسترس باشه و دو، آیا توان پرداخت یا گرفتن خدمات وجود داره؟ ما میدانیم که بیشتر تست های تشخیصی و درمان در ایران رایگان نیست نسبت به کووید 19. چه انتظاری هست که مهاجر محترم افغان از کشور خودش آمده با کمترین درآمد داره زندگی میکنه، از کجا میخواد بیاد پول آزمایش بده یا اینکه پول دارو بده؟ پس همین ها باعث میشه که خدمات با وصف این که وجود داره ولی توزیعش عادلانه و یکسان نیست، و شاید به این دلیله که ما در بین مهاجرانی که از افغانستان آمدن مرگ و میر بیشتری داریم، چون نشان میده که دیر مراجعه کردن و جاهایی مراجعه کردن شاید امکان تخصصی لازم رو نداشتن. کسایی که از ایران وارد افغانستان میشیم تا 15 روز با کس دست کمتر از یک ماه پس از تایید رسمی نخستین مورد کرونا در 30 بهمن یا دلو 98 در قم، صف افغانهای بازگشت کننده در مرز دو کشور طولانی شد. اداره محلی هرات در 26 اسفند یا حوت 98 اعلام کرد که در 24 روز نزدیک به 70000 افغان از ایران بازگشتند. این افغان‌ها چرا یک بار از ایران پا به فرار گذاشتند؟ به خاطر کرونا اومدیم تهران، ما مریض می‌شدیم دوای ما نمی‌شد، خب به خاطر این اومدیم افغانستان. اگه مریض می‌شد می‌مردی، زیر خاک می‌کردی، جای گمت می‌کردی. کرونا میریم اونجا میگم کرونا گرفته شما، در کسی عطور درمان نمی‌کنه. ما تاسیدیم قسم بیمادین تر را به ما غذای دادن که با خدا به پیش حیوانات که اینه میخورد، ما مجبور رو میخوردیم. 500 تومن فقط کرای اتوبوس میگه تا به مرز میاره، 100 تومن شهرداری میگیره برای چی میگیره؟ این همه درد و غمه. کرونا بدتر نه، در اولین هفته های شیوع کرونا در ایران داستان های از برخورد های تبعیض‌آمیز با مهاجران افغانی که مشکوک به ابتلا به کرونا بودند منتشر شد. ما یک پسر بچه کاکا داشتیم که هفته گذشته متاسفانه حالش خراب شد. هرچی آوردیم دکتر، چون بنده خدا بی مدرک بود، قاچاقی زندگی میکرد، آوردیم ایشی بیمارستان، اول قبول نمیکرد، با 100000 مکافات قبول کرد، پذیرش کرد، بردن داخل بخش، تشخیص دادن، گفت کرونا گرفته. هی به ما دیروز زنگ میزدن که بیمار شما حالش خوب شد، بیایید ترخیص کنید، بیایید ببرید. خب ما از خودش میپرسیدیم که پای تلفن که حال خوب شده، میگفت نه بابا حال من خوب نیست، اصلا خوب نیست، منتها اینا میشه رسیدگی نمیکنه. خب این به ما گفت که بیایید مرخص کنید. خب ما که آمدیم مرخصش کنیم، الان پذیرش ما میگه بیمار شما فوت شد. ما میخواییم بدونم که این اگر حالش خوب بود خب چطور فوت شد؟ شما که بسیار اصرار میکردی، بسیار کوشش میکردی که بیا ترخیصش کن. چرا؟ چون اگر افغانی بیکار بود، مگر افغانی بیکار انسان نیست؟ شما که خود مسلمان و مذهب خود بهترین مذهب دنیا میدونی، خب این چه قسم است؟ این چه وضعش است؟ البته این تجربه اکثریت افغانهای مبتلا به کرونا در ایران نیست. در حالی که دولت ایران آمار رسمی ابتلای اتباع خارجی را منتشر نمی کند، اطلاعات درس کرده به بی بی سی نشان می دهد که این رقم تا پایان تیر ماه حدود 18000 نفر بوده است. بر اساس این اطلاعات، مجموع موارد ابتلا به کرونا در ایران در این مدت 450000 نفر بوده است. یعقوب یسنار نویسنده افغان و خانمش اورانوس از اولین افغانهای مقیم ایران بودند که به کرونا مبتلا شدند
و چند روز بعد از رسانه‌ای شدن این خبر، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از طریق ویدیو کنفرانس با آقای اسنا در شفاخانه صحبت کرد. من خوشحالم که حال جناب عالی بهتر هست، انشاءالله به زودی شفای کامل پیدا بکنید. از اینکه میبینیم همه در کنار هم هستیم و در این بیمارستان ایرانی و افغانی در کنار یکدیگرند و همونطور که شاعر بزرگ ما گفت بنی آدم اعضای یک پیکرند. از آقای اسنا در مورد تجربه درمان بیماریش در ایران پرسیدم. وضعیت بدتر میشد هر روز. با دانشگاه تماس گرفتم، دانشگاهی که من تحصیل میکنم دوره دکتری را سپری میکنم، بعد اینا اما انگی کردند و با بیمارستان تماس گرفتند و یعنی رسمی تر فرستادند. وقتی که رسمی فرستاده شدیم بیمارستان ما را معاینه کردند و پذیرفتند و من و همسرم بستری شدیم. اما نظام بهداشتی ایران از نظر قانونی و عملی تا چه حد برای افغان‌ها قابل دسترس است؟ از لحاظ شبکه‌های بهداشتی درمانی، ببینید ایران یکی از واقعا افتخاراتی که وجود داره و در کنار این افتخار یک تأسف داره، اینه که افتخارش اینه که از لحاظ زیرساختا تمام روستاهای ایران خانه بهداشت دارن، شهرها مراکز بهداشتی شهری روستایی دارن و در این ساختار بهداشتی هیچ گونه قانونی یا تبعیضی نیست که بپرسن از فرد تو اهل کجایی یا چه ملیتی داری یا چه نژادی زبانی داری و باید خدمات ارائه بدن. بنا به سرشماری سال 1395 مرکز آمار ایران، حدود 2% جمعیت ایران شهروندان افغانستان هستند. منابع در سفارت افغانستان در ایران میگویند با وجود تلاش ها دولت ایران همچنان در ارائه آمار ابتلای افغان ها به کرونا در این کشور همکاری نمی کند. ضیا شهریار، بی بی سی. این برنامه 60 دقیقه و همینطور برنامه های قبلی رو میتونید روی وبسایت ما ببینید و همینطور با مراجعه به کانال ما در یوتیوب. ممنون از اینکه برنامه 60 دقیقه رو تا آخر تماشا کردید.